آقای نون بلبلم که من گفته بودم این مال نونماییه، آقای ماهای نون بپذی نونمایی نبخونم یا ماهای نون بخری اینه بخون یا نصب کن تو مغازم. در حالی که نون فارسی با عربی معانیش متفاوته. تو بنی اسرائیل چله هایی میگرفتن عرفا، عباد، زهاد، بعد خدا بهشون مزد میداد. به پیغمبری میگفت بهشون بگو یا تو خواب میگفت یه حاجت، دو حاجت، سه حاجت تو توی این فاصله زمانی بد میدم، یعنی اسم اعظم بد میدم برای اجابت. دیگران اعتراض میکردن که فلانی میگه شما امام زمانی، نه تنها اعتراض نکرد بلکه گفت که اشکالی نداره. قرآن رو به صورت مدور با گلاب زعفرون می‌نوشتم، همه گرفتاران می‌دادم، همه گرفتاران هم می‌آمدن و می‌گرفتن و خیال می‌کردن که مثلا این دعا بوی خوبی داره، بوی گلاب بود، اون خیال می‌کردن مثلا بوی خوبی داره حتما از عرش اومده. علی بوئی برخسارم، علی بوئی برخسارم، علی کامی به غمهایم، علی کامی به غمهایم. بیشترین اتکاش به آیات قرآن بود، بازی با قرآن. وقت الان برگردن خودشون حرف خودشون رو باطل بدونن، خب این باز توهین به قرآنه. نونو به نرخ روز نخوری گشنه، اصل تسلا، شعار طلوع اسلام اینه. کارهایی میکردم که جلب نظر مردم بشه ولی از اساس باطل بود و مورد تعیین خدا و رسول و ائمه و مراجع نبود. وقتی یه نفر میبینیم توی باشگاه داره توسل میکنه، بعد از نیروهای انتظامی هم تشکر میکنه، عرض کنم خدمت شما که از مسئولین تشکر میکنه، خب آدم میگه خب این مشکلی نداره. بعد یه بار سر از تخت در میاره بیرون میگه نه من با همه مشکل دارم. یک دفعه این کار رو کرد، یعنی یک دفعه یه هایی نوریزاده از آب در اومد، یه دفعه این اتفاقات از آب در اومد، یعنی جوری بود که دیگه روی مغز همه به صورت خیلی برنامه ریزی شده کار کرده. و از تمام بچه های دوربر آقای معتزدی، آقای کدیور، از تمام اینا تقاضا دارم همه شون بریزن تو خیابونا، همین اصلاح آیت الله رو ساپورتش بکنن. خیلی از شما متشکرم. دقیقا ما نباید به این فکر بکنیم که ایشون، حالا بعضیا میگن آخونده، این نه، این یه مبارز ایرانیه، این داره برای وطن داره صحبت میکنه، این برای همه داره، منظورش برای همه است، برای همه قشر. از شما بسیار بسیار متشکرم. منم با شما کاملا همعقیده هستم. آیت الله بروجردی اگر خاخام بروجردی و یا کشیش بروجردی بود، ما این وظیفه رو داشتیم که از اون حمایت کنیم. ایشون می وقتی میگفت اینجا گودی قتلگاهه، خب الان چرا اعتراف میکنه؟ الان چرا میگه اشتباه کردم؟ خب وایسته بکشنش دیگه. حتی شعار که میدادن برای همونهایی که دورم بودن، برای اینکه خوب جذبشون کنم، میگفتم که اینجا شعبه از قتلگاه کربلاست و ما میخواییم که اینجا کشته بشیم، بزوی خون گرفتن. و اونهایی هم که اومده بودن باور میکردن که اگه کشته بشم حتما باید با موسم محشور بشن. من نه سیاسی هستم نه مخالف حکومت هستم. الان واسطه بکشنش، چرا اعتراف میکنه؟ واسطه صدر رو حرف خودش. با این شعارهایی که میدادم جوانان مظلومی رو که آتشی رسیدن به خدا داشتن از مسیر حقیقی و حقوقی منحرف میکردم و
میگشتم به سمتی که طلایه دارش من باشم و شیطان هم بر سر من مسلط. کهانی که گویشون زدم، فریبشون دادم، با هیکلم، با منبرم، با اعلامیم، با انواع اقسام شگردهایم عضو میخواهم و از محضر مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی حامده ای استدعای عفو دارم